سلام و درود میفرستم به همه شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. من میثم عتیق هستم و شما بیننده بخش اول مجموعه برنامه رویدادهای امروز جمعه 6 مهر 1403 برابر با 27 سپتامبر 2024 هستید. نگاه به سرخط مهمترین خبرهای امروز. همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان، ظهر امروز جمعه مردم زاهدان تظاهراتی به پا کردند و در آن شعار دادند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. و اما در ادامه فشارها بر پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و خانوادهش، حکم 1 سال حبس تعزیری 3 تن از اعضای خانواده او توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. غلامرضا نوری وزیر جهاد و کشاورزی دولت جمهوری اسلامی از افزایش 20% قیمت شیر خام در سراسر کشور خبر داد. اما عکس روز، تصویری از زن بی‌حجاب در ایستگاه تاکسی انقلاب تجریش تهران در حالی که روبروی دیوارنگاره حکومتی ایستاده با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله خواهیم کرد. صبح روز جمعه 27 سپتامبر به وقت نیویورک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و اونطور که انتظار میرفت تقریبا همه سخنرانی خودش رو به مسئله غزه، لبنان، جمهوری اسلامی و خاورمیانه اختصاص داد. در اینجا نگاه مختصری میندازیم به مهمترین نکاتی که او توی سخنرانیش داشت. در رابطه با جمهوری اسلامی گفت تعرض جمهوری اسلامی اگر مهار نشود دامن تمام کشورهای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان را خواهد گرفت. جمهوری اسلامی در 5 قاره نیروهای نیابتی خود را حمایت می کند. او خطاب به کسانی که در دولتهایی که در مجمع عمومی حاضر بودند گفت مماشات با جمهوری اسلامی را همین امروز متوقف کنید. او خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هم گفت به شما می گویم که اگر به ما حمله کنید به شما حمله خواهیم کرد. او تاکید کرد هیچ جایی در ایران وجود ندارد که دست دراز اسرائیل نتواند به آن برسد. همچنین نتانیاهو در رابطه با تحولات در لبنان گفت گروه حزب الله اساره سازمان‌های تروریستی در دنیاست. او همچنین اضافه کرد ما همچنان به تضعیف حزب الله ادامه می‌دهیم تا به هدفمان برسیم. در رابطه با جنگ با حماس در غزه اینطور گفت جنگ بین اسرائیل و حماس میتواند پایان یابد. تنها کاری که حماس باید انجام دهد این است که تسلیم شود، سلاح‌های خود را زمین بگذارد و گروگان‌ها را آزاد کند. اگر آنها چنین نکنند ما تا رسیدن به پیروزی کامل مبارزه خواهیم کرد. هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. در حال این صحبت‌ها رو ببخشید نتانیاهو داره انجام میده در مجمع عمومی سازمان ملل که در روزهای گذشته شاهد یک سکوتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با تحولات در لبنان بودیم. با این وجود چند تن از مقامات جمهوری اسلامی ظرف 24 ساعت گذشته صحبت‌هایی رو در رابطه با تحولات در لبنان کردن که عمدتاً حول همین مسئله بوده که یا در آینده جمهوری اسلامی خواهد گرفت این انتقام رو و یا امت مسلمین در گیومه این انتقام رو انجام خواهند داد. با این وجود زمزمه‌هایی هم به نقل از یکی از مقامات جمهوری اسلامی به گوش میرسه امروز که شاید اگر اسرائیل از طریق زمینی وارد خاک لبنان بشه رویکرد جمهوری اسلامی یعنی سکوت تاکنونیش و عدم اقدامش تغییر کنه طی روزهای آینده. در رابطه با این موضوعات میخوایم گفتگویی داشته باشیم در این برنامه با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. سلام و خوش آمد میگم به شما حمید تقوایی. همونطور که
کل دنیا دارن میبینن تحولات منطقه بسیار پرشتاب هست و تقریبا هر روز داریم در رابطه اون صحبت میکنیم در کانال جدید. میخواستم راجع به صحبت‌های نتانیاهو صحبت بکنیم، به ویژه در رابطه با وضعیت جنگ در لبنان و غزه. اون بخش از صحبت‌های اون رو چطور میبینید و فکر میکنید با توجه به این صحبت‌ها چه تحولاتی رو در لبنان و غزه در روزها و هفته‌های پیش رو باید شاهد باشیم؟ اساس صحبت نتانیاهو این بود که این سیاست جنگی رو ادامه میده، چون میدید الان صحبت آتش بس 21 روزه مطرح شده از طرف آمریکا و دولت‌های غربی که این پیشنهاد رد شده از طرف نتانیاهو. در این سخنرانیش هم فقط روی این کوبید که این جنگ رو ادامه میدیم، تصویری داد از حزب الله، از حماس که اینا نیروهای تروریستی هستن، که البته برای نیروهای تروریستی هستن. معمولا آقای نتانیاهو صحبتی که میکنه در مورد نیروهای تروریستی اسلامی درسته، صحبتی که در مورد دولت خودش و نقش اسرائیل میکنه است که کاملا خلاف واقع و 180 درجه متفاوته، که اینو بکنم تو سوال بعدی واردش میشیم. ولی در هر حال اون چیزی که در این سخنرانی برجسته بود این بود که سیاست جنگیشو ادامه میده، در رابطه با حمله به حزب الله این رو گفت حق ماست، حق مسلط ماست که این حمله رو بکنیم. صحبت حمله زمینی هست، وارد اون نشد، ولی به احتمال زیاد حمله زمینی هم در دستور هست و به این ترتیب در واقع بر تبل جنگ کوبید. منتها یک تصویری داد گویا جنگ خیر هست در برابر شر، کمتون گفتم تکه قسمت شرش درسته، قسمت خیرش اشتباهه، ولی در هر حال همچنان بر تبل جنگ کوبید در این سخن. همین تقوی خیلی کوتاه به اینم اشاره کنید، توی صحبتاش میگه اگه حماس سلاح رو کنار بذاره همین الان جنگ رو تموم میکنیم، ولی چنین نکته رو در رابطه با حزب الله نمیگه. آیا این معنادار هست از نظر شما؟ ببینید خب این جنگ غزه هست که الان تا الان اسرائیل درگیرش بوده و ریشه جنگ با حزب الله یا موشک پراکنی های حزب الله به اسرائیل در این یک سال اخیر هم مسئله حمله به حماس و حمله به غزه بوده. شاید از این نظرشون تو حماس اگه از سر زمین بذاری ما هم جنگ رو تموم میکنیم. اینو هم بگم که حزب الله هم در رابطه با همین پیشنهاد قطع آتش بس، پیشنهاد 21 روزه آتش بس بین خودش اسرائیل، اینو اعلام کرده که ما اینو نمیپذیریم مگر جنگ در غزه تمام بشه، مگر آتش بس در غزه تمام بشه. به این ترتیب برای هر دو طرف غزه مسئله محوری هست، ولی نکته اصلی بنظر من این است که روشنه که سلاح زمین گذاشتن حزب الله معنی نمیده. میگه اگر این کار نکنه ما ادامه میدیم، معلوم نیست ادامه میدن تا کجا. همه سوال اینجاست که پیروزی در این جنگ معلوم نیست. جنگ بین دو کشور نیست، یک نیروی حماسه و از اون بر حزب الله و دولت اسرائیل. اینکه ما بخوایم جنگ تا پیروزی کامل ادامه بدیم، تمام مخالفین نتانیاهو در خود اسرائیل هم میگن این پایان یعنی چی؟ از نظر مردم اسرائیل آزادی گروگانها باید پایان جنگ باشه، ولی از نظر آقای نتانیاهو اینطور نیست. وقتی میگه نابودی حماس اصلا معنی نداره، نابودی نیروی تروریستی معلوم نیست معنیش چیه. حمید خب امید تقوایی، روز گذشته هم ما شاهد بودیم که محمود عباس مفصلا صحبت کرد و طبیعتا در رابطه با تحولات مربوط به فلسطین، غزه و لبنان خیلی بیشتر میشه صحبت کرد، اما بخشی از صحبت‌های نتانیاهو که خیلی هم مفصل بود در رابطه با جمهوری اسلامی بود و حتی تهدید هم کرد مقامات جمهوری اسلامی رو که اگه دست از پا خطا کنن به ایران حمله خواهد کرد، یه نقل به مضمون البته. این بخش از صحبت‌های نتانیاهو رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ اون بخشی که در رابطه با جمهوری اسلامی بود. ببین نکاتی که آقای نتانیاهو تو این سخنرانی گفت و قبلا هم موازه دولت اسرائیل در مورد نیروهای اسلامی، نقش جمهوری اسلامی، نقش مخرب و تروریستی حماس، حزب الله، این همه درسته. منتها اون تیکه‌ای که راجبه خودش و نقش اسرائیل میگه اون هست که ناگفته میمونه یا تصویر کاملا معکوسی ازش داده میشه. تمام داستان اینجا هست که این نیروهای اسلامی به چه خاطر الان اصلا فعال شدن، جلو افتادن، چه ریشه مسئله چیه، چه مسئله وجود داره الان به جنگ بین اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی به قول خود نتانیاهو
نیروهای اسلامی که میخوان اسرائیل رو به دریا بریزن اینجا منجر شده. اینش خالص نمیکنه. این مسئله روشن مسئله آوارگی مردمی هست، مردم فلسطین که از سرزمینشون بیرون رانده شدن با تشکیل دولت اسرائیل. این مسئله جوابی در دو دهه اخیر مطرح شده روی میز، اونم طرح دو دولت مستقله، دو دولت مستقل فلسطینی اسرائیلی در کنار هم دیگه در اون منطقه باشن و مناطقی که در جنگ شش روزه اسرائیل اشغال کرده اونها در اختیار مردم فلسطین قرار بگیره که این دولت رو تشکیل دن. آقای نتانیاهو این طرح دو دولت رو قبول نداره، صریحا میگه این خیانت به مردم اسرائیله. الان حزب لیکود سر کاره، حزب آقای نتانیاهو، حزبی که اسحاق رابین رو به همین خاطر فعالینش ترور کردن به خاطر طرح دو دولت. از اون طرف هم حماس نیروی هست که مخالف طرح دو دولت و میگه اصلا باید اسرائیل به دریا ریخت. به این ترتیب یک مسئله بر حق مردم فلسطین، یعنی برخورداری از سرزمین خودشون، از دولت مستقل خودشون، تبدیل شده به یک جنگ از هر دو سو ارتجاعی بین افراطیون یهودی، فاشیسم حزب لیکود و از اون طرف فاشیسم اسلامی نیروهای تروریست اسلامی. و تا وقتی این دو مشغول جنگن مسئله فلسطین حل نمیشه و تا وقتی مسئله فلسطین حل نشه این منطقه روی آرامش نخواهد دید. این واقعیت قضیه است که البته آقای نتانیاهو جزئی از صورت مسئله است اینجا. سیاست حزب لیکود آقای نتانیاهو خودش همونقدر باعث این شرایط شده که سیاست های جمهوری اسلامی. حمید تقوایی، دوست داشتم در رابطه با پیامی هم که توی صحبت‌های نتانیاهو رو به جمهوری اسلامی بود راجع به اینم صحبت بکنی که البته مرتبط میشه به سوال سومی که از شما دارم. تو 10 روز گذشته میشه گفت، شاید 2 هفته گذشته، جمهوری اسلامی و حزب الله شکست‌های خیلی فجیعی رو متحمل شدن از هر لحاظ که بگیم، چه نیروی لوجستیکی چه نیروی انسانی. اما جمهوری اسلامی اظهار نظرها و واکنشهاشون جز سکوت و کلیگویی و اینجور چیزا نبوده. اما الان به نظر میرسه که این بحث حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان که مطرح شده، زمزمه هایی هست که ممکنه جمهوری اسلامی این رویکرد سکوتش رو بخواد تغییر بده. شما کلن این وضعیت رو چطور میبینید؟ این رابطه‌ای که وجود داره، موضعی که جمهوری اسلامی داره میگیره، از چه مختصاتی برخوردار هست شرایط جمهوری اسلامی؟ ما همجور گفتیم که موضع‌گیری های ضد اسرائیلی، ضد شیطان بزرگی، ضد غربی جمهوری اسلامی بیشتر جنبه رتوریکی، جنبه تبلیغی و پروپاگاندا داره، بیشتر رجزخوانی تا جنبه عملی و واقعی. و اینو بارها دیدیم. نمونه آخرش وقتی اسماعیل هنیه تو در تهران ترور شد، اینا فقط از این گفتن که بالاخره یک روزی انتقام سختی میگیریم که هنوز هم هیچ خبری نشده و من نمیدونم اون روز کی فرا میرسه. و حتی وقتی قاسم سلیمانی زدن جز موشک پراکنی به بیابانهای عراق، چیزی ما ندیدیم از جمهوری اسلامی. به این معنی من میخوام بگم اینا همه نشون میده که برای جمهوری اسلامی یک جنبه تبلیغی، گفتمانی، موضع‌گیری داره تا جنبه نظامی عملی. الان هم همینطوره، به خصوص بعد از این حمله کوبنده‌ای که اسرائیل کرد به حزب الله، که همونطور که شما گفتید ضربات قاطعی خورد، ضربات کوبنده‌ای خورد، جمهوری اسلامی سکوت رو پیشه کرد، در حالی که در مورد قبل لااقل بر تبل رجزخوانی‌های جنگیش میکوبید. این دوره به هیچ از واری نشد، چون میدونه هر نوع رجزخوانی به معنی انتظار عملی هست از اینکه جمهوری اسلامی وارد این جنگ بشه، بالاخره فعالیتی بکنه، موشک پراکنی بکنه، بالاخره اقدامی بکنه. و میدونه که اگر چنین اقدامی بکنه به سرعت به سر خودش تمام میشه، نه فقط به خاطر قدرت نظامی برتر اسرائیل، بلکه به خاطر اساسا به خاطر موقعیت لرزانش در خود ایران، به خاطر اینکه میدونه هر نوع جنگی که جمهوری اسلامی واردش بشه آتش انقلابش بیشتر شعله بر میکنه و مردم رو آسیب‌تر میکنه و در داخل کشور تمام سررشته کار از دستش به در میره. حمید تقوایی، یک دقیقه فرصت داریم، اون طرف قضیه رو هم بگین چجوری هست. خب تا کی میخواد سکوت بکنه؟ بالاخره این تا کی میتونه شاهد باشه که یکی یکی نیروهای تحت حمایتش، حزب الله، حماس، پرپر بشن در منطقه؟ آیا تبعات این برای جمهوری اسلامی خیلی بزرگ نخواهد بود؟ ببینید، خامنه ای اخیراً یک تعریفی داد از اینکه از پیروزی، به خصوص از دید خودشون، اینه که حزب الله با این حملات نابود نخواهد شد.
اونا به این راضی هن. اونا فکر میکنن که هر چقدر بکوبه اسرائیل و نه حماس بالاخره نابود میشه نه حزب‌الله، روشن اینا نیروهای تروریستی هن مثل داعش. داعش رو کوبیدن ولی هنوز وجود داره، هنوز هست. الان هم خامنه‌ای داره اینو میگه. این به معنی این که واقعا جمهوری اسلامی در منطقه دیگه به هیچ وجه کمترین نفوذی نخواهد داشت، مورد مثلا انزوای کامل قرار گرفت، این روشنه. ولی در این حال از این بنبست نمیتونه بیرون بیاد، همونطور که در رابطه با جنگی که با مردم ایران داره راه علاجی نداره، اینجا هم راه علاجی نداره. فعلا سعی میکنن با سیلی صورت خودشون نگه دارن، مثل صحبتی که پزشکیان در همین اجلاس سازمان ملل کرد، تعامل با غرب، اینکه اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره ما هم زمین میذاریم، از این نوع گفتمان ها روی این خطن. ولی به طور واقعی و روی زمین، روی زمین سیاست، جمهوری اسلامی تا حالا بازنده جنگ بوده و خواهد بود. سپاس از شما حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. بینندگان گرامی، به پایان این بخش از برنامه رویدادها رسیدیم. همچنان همراه ما باشید در تلویزیون کانال جدید. تا ساعتی دیگر برمیگردیم به شما با برنامه رویدادها و موضوعی دیگر.